بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان و دانش آموزان گرامی توی این ویدیو قرار سرفصلهایی که این کورس آموزشی شامل میشه رو با هم دنبال کنیم و بگیم که قرار چه مباحثی رو توی این کورس یاد بگیریم خب یه سری پیش ها داره این کورس آموزشی پیش نیاز همون بخش اتحاد و تجزیه تابع خطی تابع درجه دو و رسم نمودار توابع هستش که توابع رو شما باید به صورت ساده بلد باشید که شماتیک چطور میشه نمودارشون رو رسم کرد مثلا تابع قدر مطلقی و غیره اونم برای قسمت حل نامعادات به روش هندسی هستش که به درد ما میخوره پس این شد پیش مطالبی که اینجا پوشش داده میشه توی درسنامه ها هم میگم درس یک کاربرد نامعادلات هستش که اصلا ما چرا باید این نامعادلات رو یاد بگیریم و کجا به درد ما میخوره کاربردش کجاست توی درس دوم با تعیین علامت تابع درجه اول آشنا میشیم بخش تعیین علامت رو من چند قسمت کردم تو تابه های مختلف میایم تعیین علامت بکنیم مثلا تعیین علامت تابع درجه دو تابع درجه یک و تابع مختلف اینجا تو درس دوم تعیین علامت تابع درجه یک رو یاد میگیریم توی درس سوم تعیین علامت تابع درجه دو رو یاد میگیریم تو دو تا قسمت هستش یک قسمت اولش میشه درس سوم و قسمت دومش هم میشه درس چهارم درس پنجم نکات کلیدی رو بیان میکنیم که به ما کمک میکنه سریعتر تعیین علامت رو انجام بدیم یه سری عبارات تعیین علامت لازم ندارن بعد باید, باید تشخیص بدیم که چه عبارتی هستن که میتونیم جدول تعیین علامت رو سبکتر کنیم و به سرعت بتونیم تعیین علامت کنیم درس ششم روش سریع تعیین علامت هستش که تلفیقی از روش کلی و نکات کلیدی تعیین علامت هستش که اینا رو با هم ترکیب میکنیم و روش سریع رو یاد میگیریم تو درس هفتم حل نامعادلات با تعیین علامت هستش یکی از روش های حل نامعادلات جدول تعین علامته که اینجا آموزش دادیم که همون جدول تعین که تو درس های یک تا 6 یاد گرفتیم رو میایم باهاش نامعادله حل میکنیم درس هشتم قوانین نامعادلات هست که ما به وسیله قانون نامعادلات میایم نامعادلات های مختلف رو حل میکنیم و مجموع جوابشون رو به دست میاریم حتی یه سری مسائل ترکیبی داده که ترکیب قوانین نامعادلات با روش جدول تعیین آمد هستش توی درس 9 روش هندسی رو یاد میگیریم که اینجا باید شما بلد باشید نمودار تابع مختلف به صورت ساده مثلا قدر مطلق درجه دو تابع خطی رادیکالی رو باید بلد باشید رسم کنید که با رسم اینا میتونیم نامعادلات مختلف رو حل کنیم توی درس ده همین روش هندسی رو تو نرم اکسل می‌بریم جلو و یاد میگیریم که چطور میشه توی نرم اکسل فرمول نویسی تابع رو انجام داد و نقطه برخورد دوتا تابع رو با هم شناسایی کرد و یه تابه رو رسم کرد روی نمودار بعد درس 11 نامادل دوگانه رو میگیم که یکی از انواع نامعادلات هستش و بررسی میکنیم که روش حل چجوریه و مثال های کاربردی و کنکوریش رو بیان کردیم توی بخش دوازدهم نامادرت قدر مطلق رو بحث میکنیم که این نامادرت قدر مطلق هم تو دو تا قسمت بیان شده قسمت اولش میشه درس دوازده و قسمت دومش میشه درس 13 توی قسمت اولش میگیم خواص قدر مطلق رو بیان میکنیم و یه سری مسائل که با خواست قدر مطلق حل میشه رو جلو میبریم توی درس 12 مسائلی که با خواست قدر مطلق حل نمیشن و توی حالت خاص هستن مورد بررسی قرار میگیره و روش های مختلف حل اون بیان میشه در آخر این قسمت هم مثال های کنکوری و حل شده و حل نشده ای موجود هستش که شما میتونید برای خودتون رو حل کنید و با پاسخی که در داخل جزوه هست اونو مطابقت بدید تقریبا حدود 20 تا سوال آخر فصل داریم که به عنوان سوال های هست و مثال هم در لابلای درس بعد اتمام هر قسمت از درس حل شده امیدوارم که بتونم امیدوارم که بتونم مفاهیم رو ساده و روان و گویا به شما آموزش بدم و بتونید ازش نهایت استفاده رو ببرید و براتون مفید بوده باشه